سلام بچه‌ها امیدوارم که حالتون خوب باشه تو این قسمت میخوام در مورد جدول تحلیل داده سوات باهاتون صحبت بکنم جدولی هست که تو خیلی از پروژه های عظیم معماری مثل حالا طراحی بیمارستان، فرودگاه، مجتمع مسکونی، شهرک صنعتی، کارخونه صنعتی و کلا پروژه هایی که زیربنای بزرگی داره میتونین ازش استفاده بکنین تا هم سرعت بیشتری به پروژهتون ببخشین و هم سریعتر به هدفی که دارین که اجرای اون پروژه یا طراحی اون پروژه هست برسیم میخوایم در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم که ببینیم اصلا چیه و چطوره میتونیم ازش استفاده بکنیم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو دوست دارم که اسپانسر ویدیوامون دفتر طراحی و ساخت بهفر رو بهتون معرفی بکنم که لطف کردن و اسپانسر ویدیو های ما شدن تا ما بتونیم راحت تر براتون ویدیو ضبط بکنیم حالا بعد از معرفی اسپانسر بریم سراغ ویدیو بچه ها نکته ای که اول از همه بعد در مورد جدول سوات بدونین اینه که این جدول فقط مربوط به پروژه های عمرانی و معماری نیستش تو خیلی از پروژه های دیگه کسب و کار این جدول و در واقع این ماتریس استفاده میشه و کلا توی بحث مدیریتی توی بحث های کسب و کار زیاد از این جدول شاید شنیده باشین هم اسمش و هم حالا کاربردهاشو. اما میخوایم توی این ویدیو ببینیم که به چه درد ما معمارا میخوره اول از همه بیایم ببینیم که اصلا این واژه سوات چی هسته چجوری ساخته شده در واقع این کلمه سوات مخفف شده یه چهار تا کلمه جدا از همه S به معنی strengths، W به معنی weaknesses، O به معنی Opportunities و T به معنای threats. یعنی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها در واقع ما زمانی که میایم از جدول سوات استفاده میکنیم و در واقع جدول سوات رو میکشیم داریم نقاط قوت و ضعف پروژمون و همینطور فرصت ها و تهدیدهایی که توی پروژمون وجود داره رو دسته می میکنیم و مشخص میکنیم که با کمک تحلیل و بررسی اونا بتونیم پروژمون رو سریعتر و راحتتر به هدفش برسونیم حالا شاید یه مقدار این شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید توی پروژه سخت باشه بیایم ببینیم اصلا اینا چی هستن و چطوری میتونیم اونا رو تشخیص بدیم یه سری از عواملن توی پروژه که درونی هن و به اصطلاح در حال رخ دادن و بالفعلن به این در حال رخ داد بودن توجه بکنیم که حالا ممکنه این مسائل در حال رخداد مثبت و یا منفی باشن اگه مثبت باشن بهشون میگیم نقاط قوت اگه منفی باشن بهشون میگیم نقاط ضعف حالا جدا از این یه سری از عوامل بیرونی هستند که امکان رخدادشون وجود داره زمانی که امکان رخدادشون وجود داره و جز عوامل بیرونی هن حالا ممکنه مثبت و یا منفی باشن که به منفیشون میگیم تهدید به مثبتشون میگیم فرصت. پس میتونیم جدول سوات رو به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم بکنیم که درونیش میشه نقاط و قوت و ضعف و بیرونیش میشه تهدید و فرصت. جدا از این این جدول رو میتونیم توی دو بخش مثبت و منفی هم تقسیم بکنیم. مثبت بخش نقاط قوت و فرصت هستش و منفی نقاط ضعف و تهدید ها هستش. برای اینکه این مفاهیم بهتر براتون جا بیفته اجازه بدین یک مثال براتون بزنم فرض بکنید که شما مدیر اجرایی طرح یک پروژه بیمارستان توی یه سایتی هستین که حالا براتون مشخص کردن اون سایتی که قراره توش طراحی بکنین و در واقع مدیریت اون پروژه با شما هستش همجوار دوتا خیابونه که یکی از اون خیابونا عریضتر از اون یکیه و اون خیابون عریض به خاطر همون عرض بیشتری که داره عبور و مرور ماشین توش زیاده در نتیجه این عبور و مرور زیاد سر و صدا هم توش زیاده جدا از حالا این قضیه ماشین یک مدرسه هم فرض بکنید که توی اون خیابون هست که باعث میشه سر و صدا بیشتر بشه این عبور و مرور ماشین و رفت و آمد بچه ها توی اون مدرسه در حال رخداده دیگه به خاطر همین این سر و صدا که برای بیمارستان خب یک نکته منفی به حساب میاد چون فضای بیمارستان باید توش ساکت باشه آرامش باشه که بیمارا بتونن راحت استراحت بکنن حالا این سر و صدا میاد تبدیل میشه به یک نقطه ضعف توی پروژه ما و میاد توی اون دسته نقاط ضعف جدول سوات ما نوشته میشه از اون طرف اون گذر و اون خیابونی که عرض کمتری داره ماشین از توش کمتر عبور مرور میکنه در نتیجه سر و صدا کمتره و میاد به نقطه قوت پروژه ما تبدیل میشه حالا با دونستن همین دادهی که حالا کمم هست میتونیم مثلا توی طراحی اتاقامون اتاقایی که مربوط به بستری بیمار هستش بازشوش رو بیایم رو به اون خیابونی که خلوتتر و ساکتتره بدیم تا کمتر اذیت بشن با همین حالا بررسی این دادههایی که داشتیم نقطه قوت و زد حالا فرض بکنین شهرداری به هر دلیلی میگه که آقا اون خیابونی که ارزش کمی داره عقب نشینی زیادی داره یعنی از این به بعد اگه قرار باشه ساخت و ساز و یا بازسازی توی اون خیابون اتفاق بیفته خیابون بعد عریض‌تر بشه و حالا ساختمان‌ها عقب نشینی بکنن به خاطر همین ممکنه دقت بکنین ممکنه که اون خیابون عریض‌تر بشه و در نتیجهش عبور و مرور بیشتر بشه و سر و صدا افزایش پیدا بکنه زمانی که امکان رخ داده این قضیه وجود داره این موضوع برای ما میشه یک تهدید و میاد توی دسته تهدید جدول سوات ما قرار میگیره فکر میکنم متوجه حالا تفاوت تهدید و نقطه ضعف و همینطور حالا نقطه قوت و فرصت شده باشید حالا بیم یه مثال دیگه بزنیم خیلی وقتا اصلا این مباحث مربوط به جدول سوعات ممکن اصلا در مورد معماری هم نباشن مربوط به بیزینس معماری باشن یعنی چی فرض بکنیم ما میایم از یه سری مصالح مرغوب توی پروژمون استفاده میکنیم یعنی یه سری مصالح خوب و با کیفیت داریم که این جزء نقاط و قوت پروژه ماست اما تهدیدی وجود داره اونم افزایش قیمت این مساله به خاطر حالا مشکلات اقتصادی و حالا تورم کشورمون که اصلا دست ما هم نیستش دیگه به خاطر این قضیه این تهدید میتونه بیاد یکی از نقاط قوت ما رو از بین ببره و یا ممکنه ما توی پروژمون مثلا نیروی کار خیلی خوب و ماهری داشته باشیم نیروی انسانی خیلی خوبی داشته باشیم که داریم ازش استفاده میکنیم به عنوان نقطه قوت اما ممکنه این افراد به هر دلیلی خارج بشن نارضایتی وجود داشته باشه درگیری بینشون وجود داشته باشه پس امکان حذف این افراد از این پروژه وجود داره که میاد جزو تهدیدهای ما قرار میگیره حالا ما سعی میکنیم یعنی میتونیم سعی بکنیم که این تهدیدها رو بیاریم تبدیل بکنیم به حالا مثلا یا فرصت و یا بیایم حذفشون بکنیم یا کمرنگشون بکنیم که اون نقاط و قوتمون حفظ بشه و این تهدیدها نتونه به اونا آسیب برسونه باز جدا از این مثالایی که زدم بلایای طبیعی رو فرض بکنیم مثل سیل زلزله اینا همه چون امکان رخ وجود داره میان جزء تهدیدهای پروژه قرار میگیرن حالا ما میتونیم از این تهدیدها هی کم کمرنگ و کم بکنیم دیگه مثلا ساختمون رو ضد زلزله بسازیم اگه توی یک سایت قرار داره که حالا زلزله خیزه به خاطر همین اون تهدید امکان وقوع زلزله رو داریم کاهش میدیم یا مثلا خطر سیل رو بیایم کاهش بدیم یا حالا آتیش گرفتگی و موارد دیگه پس داریم با تحلیل این داده ها که حالا داده های مربوط به تهدیدمونه توی این قضیه داریم کمک میکنیم که پروژه هم راحت تر حفظ بشه هم سریعتر شاید ساخته بشه و در واقع بتونیم اون رو طولانیتر نگه داریم در نهایت هم به اجرای پروژه ما کمک بکنیم خیلی خب در مورد مباحث کلی جدول سوات صحبت کردیم اینکه حالا نقاط قوت و ضعف چی هستن مثالش رو زدیم تهدید فرصت بیام در مورد مباحث جانبی مقدار صحبت بکنیم خیلی از افراد هستن که به جدول سود اعتقاد ندارن حالا حداقل توی معماری چرا به خاطر اینکه میگن آقا این نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت اصلا واضح و مشخصه نیاز نیست ما بیایم بررسیش بکنیم یا بررسیش بهمون چیزی رو نمیده یا حالا دستبندیش چرا به خاطر اینکه آقا من اگه یه کاری بکنم اون کار نتیجهش مثبت باشه میگم آقا این نقاط و قوت هم باعث شدن که این اتفاق بیفته یا اگه شکست بخورم میگم آقا این نقاط ضعف بودن که باعث این اتفاق شدن یا حالا این تهدیدها باعث شدن که بیان این پروژه به شکست منجر بشه اما نکته که حالا از نظر من حائز اهمیته اینه که این جدول یک باعث میشه که ما پروژمون رو سریعتر و راحتتر به نتیجه برسونیم جدا از این امکان داره که پروژمون به یه شکست خیلی بد و یا یک فاجعه منجر بشه و ما میتونیم از اون جلوگیری بکنیم چرا چون مثلا یه واقعی ممکنه باعث بشه که ساختمون در حال ساخت یهو بریزه ما میایم با امکان وقوع این حادثه از اون جلوگیری میکنیم دیگه در زمان حالا ساخته پروژه به خاطر همین از نظر من اینجا یه پوان مثبت میتونیم به جدول سوات بدیم اما حالا جدا از این بحث جدول سوات معایبی هم داره که حالا میخوام توی این ویدیو در مورد دو تاش با هم دیگه صحبت بکنیم مورد اول اینه که خیلی از افراد هستند که حالا در زمان تحلیل و دستبندی این جدول اشتباه دستبندی و یا تحلیل میکنن یعنی چی یعنی میان آقا مثلا جای نقطه ضعف و تهدید رو جابجا مینویسن یعنی چیزی که در حال رخ داده رو به عنوان امکان رخ داد می نویسن و یا حالا برعکس که این مباحث ممکنه و این جابجایی ها ممکنه فاجعه های بزرگی رو به بار بیاره اگه فاجعه هم به بار نیاره ممکنه تایم طولانی تری پروژه رو کش بده و حالا هزینه های بیشتری رو چه از نظر انرژی چه از نظر مالی روی دست ما بذاره این موضوع یکی از معایب جدول سواته برای اینکه بتونیم از این جلوگیری بکنیم خوبه که روی تحلیل و دستبندی جدول سوات یک تیم کار بکنن یعنی یک سری از افراد باشن که این کار بکنن تا خطای انسانی توش کاهش پیدا بکنه و دستبندی و تحلیل و بررسی درست و دقیق انجام بشه مورد دومی که جزء معایب جدول سوات به شمار میاد اینه که عموما افراد بعد از شناسایی جدول سوات سعی میکنن در وهله اول نقاط ضعفشون رو کاهش بدن یا حذف بکنن و در مقابلش نقاط قوتشون رو حفظ بکنن و اهمیت کمتری به تهدیدها و یا فرصتها بدن چرا چون نقاط قوت و ضعف بالفعل دیگه در حال رخ دادن میگن آقا ما اینا رو اول حل بکنیم بعد بریم سراغ اونایی که ممکنه رخ بده اما میخوام یه مثال براتون بزنم که با این مثال متوجه میشین خیلی وقتا این تهدیدها و فرصتها حتی اهمیت بیشتری از مسائل و عوامل بالفعل که نقاط قوت و ضعف پیدا میکنه فرض بکنین ناخدای کشتی قرار کشتی خودش رو از نقطه A برسونه به نقطه B و توی این مسیر برای سریعتر رسیدن و راحتتر رسیدن داره از تحلیل داده های جدول سوات استفاده میکنه توی تحلیل این داده ها اول میاد به نقاط قوت و ضعف دقت میکنه و توجهی به تهدید و یا فرصت هایی که داره نمیکنه و هی سعی میکنه که نقاط ضعف و قوت خود کشتیش رو و یا خود خودش و یا تیمی که حالا توی کشتی هستن رو بسنجه و سعی بکنه اونا رو برطرف بکنه و اهمیتی به تهدیدی مثلا مثل کوه یخی که جلوی کشتی هست نده که ممکنه تصادفی بین کشتی و این کوه یخ رخ بده و شاید جون همه افرادی که توی اون کشتی هستن به خطر بیفته. اینجا پس توجه به این قضیه تهدید خیلی خیلی مهمتره از مثلا نقاط ضعفیه که توی اون کشتی هستن چون حالا اون نقاط ضعف در حال رخ دادم هستن ولی خطری شاید جون اون افراد رو تهدید نکنه اما یکی از این تهدیدها که این برخورد با کوه یخه ممکنه جون همه رو حتی خود ناخدا رو به خطر بندازه پس توجه بکنین توی این پروژه هاتون به فرصت و تهدید خیلی وقتا اهمیت بیشتری بدین حتی افرادی هستن به جای اینکه بنویسن SWOT یعنی OT که میشه opportunities و ترز یعنی تهدیدها و فرصت ها رو آخر بنویسن OT رو میارن اول که اهمیت بیشتری براش قائل بشن این دوتا از معایب جدول سوات بود بچه ها. که البته گفتم از هر کدومش میتونین چطوری پیشگیری بکنین یکیش اینه که آقا بیایم به جای فرد از افراد توی تیم تحلیل داده هاتون استفاده بکنین و اوتی رو به این اول بنویسیم یعنی تهدید و فرصت رو بهش اهمیت زیادی قائل بشه. خیلی ممنون که تا آخرین ویدام همراه من بودین خوشحال میشم اگه نظری انتقادی و یا پیشنهادی دارین حتما حتما برامون بنویسین بچه‌ها میتونین از این جدول تحلیل داده سوات حتما توی پروژه هاتون استفاده کنین البته پیشنهاد نمیدن توی پروژه های کوچیک مثلا مثل طراحی ویلا و یا طراحی مثلا یک ساختمون تک و یا مثلا یه پاویون یه قرفه ازش استفاده بکنیم بیشتر به در پروژه های عظیم میخوره که داده ها زیادن خطرات زیادن تهدیدها ها زیادن جدا از اون تایم برامون مهم انرژی که میذاریم توی پروژه برامون اهمیت داره با افراد زیادی سر و کار داریم مبالغی که ممکنه توی این پروژه ها صرف بشه هزینه بشه زیاده به خاطر همین توی اون پروژه ها بیشتر این جدول بندی و تحلیل داده ها به کارمون میاد توی پروژه کم خیلی به دردمون نمیخوره اگه موضوعی هست که میخواین در مورد این جدول اضافه بکنین و یا حالا نظری در موردش دارین حتما توی کامنت ها برامون بنویسین در آخر اگه هم خواستین از همون حمایت مالی بکنین میتونین از طریق لینک هامی باشه که توی بخش توضیحات هست ما رو نقدن حمایت کنین خیلی ممنون از همراهیتون خدا نگهدار